در حالی که در روزگان گروه طالبان دو تا هزارا را به طور وحشیانه گردن بریده در کابل یک خانم را به طور نمایشی آزاد کرده و میخواهد از حان آمه منحرف بسازه گروه افراطی و تبهکار طالبان که ده پانزه میلیون زن افغانستان را محبوس کرده و زندانی ساخته و خوخشان ازای کرده حالا یک تا خانم از زندان ساختگی بیرون کرده و ایر بروخ مردم جهانیان میکشه همه جا را کر ساخته در این روزها گروه طالبا آوازه انداخته که ما نیکبخت یک خانومی که توسط برادرایش حدود 25 سال زندان شده بود ایره از زندان آزاد کردیم و تبلغاتش همه جا در رسانه ها گوش های مردم کر کرده و چشم های مردم کر کرده در دما بررسی بکنیم که آیا موضوع حقیقت دارد یا نه یا ای که گروه میخواهد که یک جنایت در و روزگان اتفاق افتاده او را زیر سایه از این قرار بدیم دوستان گرامی سلام وقت شما به خیر و خوبی در همین شبان روز گروه طالبا یک ویدیو ایره نشر کرده که گویا ای گروه یک خانم را از زندان آزاد کرده که او زندان از برادرایش بود و حدود 25 سال دهی زندان نگهداری میشده و یک اتاق بوده که در اتاق تنهای خانم بوده و اجازه بیرون شدن از اتاق نداشته و او اتاق تنها یک دانه درچه داشته که از همین درچه اما مواد غذایی را برای خانم میداده و دیگه او اصلا بیرون نرفته بوده و ما میگو. خانم از زندان نجات دادیم آنچه که در یک ویدیوی ساختگی بیرون داده نشان میده که یک خانمی توسط برادرش حدود 25 سال در یک اتاق حبس شده او اتاق در و دروازه شان کاملا مهر و لاک بوده و تنها یک دریچه بوده که از او دریچه آب و غذایش تحویل میداده دیگه هیچ کسی جدی رفتن با اونجا نداشته بردگاه هم میگفته که مثلا این خواهر ما دیوانه است از بیرون داده شود سردگاه حمله میکنه ایت یک بحانه ای بوده و طالب آمده گفته که ما آمده از حقوق از دفاع کردیم و این رو آزاد کردیم و ما میخوایم حقوق زنار رو تأمین بکنیم کدام حقوق زنار شما تأمین میکنید اولی که شما ده پانزه میلیون زنای افغانستان از حقوق اساسیشان، از حقوق انسانی از حقوق شهروندی از حقوق دینی و معنویشان محروم کردن اولین حقوق انسان ها آزادی انسان ها است که شما او را از اونا گرفتین زنار نمیمانید که در پارک ها چکر بره، چند روز پیش در بامیان نفر شما گفت که رفتن در بند امیر دیگه برای زنا اجازه نیست ویدیوی جدید شما برامد که کسایی که طرف قرقه می رفتن جلیوشو نگرفتن از فامیل ما مرد با نامزد خود میرفتن چکر به خاطر تفریح در پارک ها اجازه نداده بودن این عملا چیزایی است که ما دیدیم و ویدیوهایش هم بیرون داده شده یک آزادی زنا را گرفتن شما در پارک ها اونا را اجازه نمیدین و خود شما در پارک ها میرین ویدیوهای شما برامده که اونجا بعضی گاهی وقتی با او جالک که مربوط کودک هاست اونجا بازی میکنه یا که در پارک شهری که برامده در سنما پامیری طرف یک پولی آرتل است اونجا یک پارک است اونجا فیلم شما برامده بود که عملیشه های شما در اونجا به جای که کودک ها اونجا بازی میکردین و شما زنا رو فعلا در اونجا رفتن نمیمونید و یک فیلم دیگه شما برای ما که اونجا یک کمپل را گرفته بودین یک نفر داخل کمپل بالا و پایین میکرده نمفهم که راز کمپل چی هست میخواستم بگم که شما ده 15 میلیون زن افغانستان فعلا زندانی کردن و اونور رو رفتن نمیمونید در پارک رفتن نمیمونید چکر رفتن نمیمونید بلکه در پارک ها شما خرمسی رو انداختین یک موضوع شما از کدام آزادی زن گپ میزنید ده 15 میلیون زن زندانی کردین حال یک زن با این نمونه آوردن شما بر روخ مردم میکشن و تازه زنایی را که شما زندانی کردین مفهومین در کجا کجای اونا زدین در سینه هایش زدین در شرمگاهش از پشت رو از پیش زدین مصاحبه ای که چند وقت پیش آمده بود در کسی مصاحبه میکرد یا خانم اونجا مصاحبه میکرد و یک تحقیق هم دایی انجام شده شما اونور قم زنا رو زندانی و شکنجه کردین آلی شما از حقوق زنا حرف میزنید کدام حقوق؟ کدام آزادی؟ یک زن با اینونی نمایشی آزاد کردین، کل همه جا را کر کردین دومین ظلم نابخشدنی شما در حق زنای افغانستان محروم کردن اونا از تحصیل است ما فعلا در افغانستان بالاتر از صنف شش کدام شاگردی نداریم در دا دانشگاه که شاگرد نداریم کنکور افغانستان امسال بدون حضور دخترها بود شاید شاید مردم دنیا خبر نداشته باشه که شما دروازه کنکور برای دخترا بسته کردید کنکور اعلان شد و در اونجا دیده شد که حتی یک دختر هم نبود بخاطر خاطر که شما دخترها را از حق تحصیل محروم کردین و سال قبلی در دانشگاه های خصوصی نامه روان کردین گفتین هر دانشگاهی که دخترها را در سمسترهای بهاری ثبت نام بکنه جواز دانشگاهش را لغو میکنیم و خصوصا دخترها را اگر کسی ثبت نام بکنه جواز دانشگاهش لغو میشه اینی تو ظلم ها را شما در حق مردم کردن با این ظلمی که بالای صنف شش ما شاگرد نداشته باشیم در دانشگاه شاگرد نداشته باشیم در آینده ما معلم نخواهیم داشت دکتر نخواهیم داشت کارشناس روانشناس نخواهیم داشت و بسیاری موردهای دیگه انجینر نخواهیم داشت که فعلا به ذهن ما نیست و خصوصا دکتر نخواهیم داشت شما دارین حقوق زنان افغانستان حقوق مردان افغانستان و حقوق کودکان افغانستان زیر پا و لگدمال میکنید اگر فردا زنی شما شمایی که مثلا میگین که بالای سنف شش درس خواندن برای دخترها برای ما ننگ است اگر فردا زنای شما باردار شوه و, و اونا طفل به دنیا بیاره شما غیرتی ها مجبور میشن که زن خود رو در پیش یک مرد ببرین و اون مرد دست خود رو در زیر تنبان زنای شما داخل بکنه و اولادای شما رو بیرون بیاره ای سنگ تهدابه، ای زیر شما از همین حالا بنایش گذاشتین وقتی که داکتر زن نداشته باشیم شما مجبور میشین که زنای خود در پیش مردا ببرین که او زایمان بکنه این ظلم نابخشنی است که شما در حق مردم افغانستان در حق کودکا و نوزادای افغانستان و در حق آینده افغانستان و در حق زنان و مردان افغانستان میکنید این ظلم نابخشنی است با شما چطور در یک خانم رو به طور نمایشی بیرون میکشین میگین که ما در حقوق زنار رو تأمین میکنیم ظلمی ظلم نابخشدنی که شما بالای زن انجام دادین محروم کردن اونا از کار و تجارت و درآمد برای خانواده هایشان هستن شما ببینید بسته دنیا مردم کار میکنن مرد و زن کار میکنه اقتصادشان رشد میکنه زندگیشان بهتر میشه برای اولادای خود خوب رستگی میکنه و یک گاینده بهتر رو میسازه یک تکس و مالیه بهتر بر دولت پرداخت میکنه زمینه های اشتغال بیشتر فراهم میکنه اقتصاد همو کشور بالا میره و یک زندگی خیلی خوبه برای خود برای جامعه و برای کشور برای اولادای خود میسازه ولی شما آمدین میگین که کار کردن زنا حرام است پول را که از این طریق به دست بیاره او پول حرام است ما عملا این حرف را که میزنم در زندگی فامیلی ما اتفاق افتاده نفر طلب کرده که چرا زنیت کار میکنه یک بار طلب کرده دو بار طلب کرده دفعه سوم اون تهدید کرده گفت اگه بعد از این زنای تا ببینیم که در کار آمده دیگه باز از خود گله بکنی وقتی نفر میخواسته بگه که ما ب... کرای خانه بالا هست آمد ما کم هست اولادای ما تحصیل نیاز داره زندگی بسیار به مشکلات است وقتی میخواسته یه گپاره بزنه اون نفری که دعوا زبده سرش کنده میشه مگه ما گروه امارت آمده زندگی شما را قانون اسلامی در زندگی شما تطبیق میکنیم تا که زندگی شما خوب شوه خداوند برای شما نان آب و غذا میده حالی تو آمده در روی از ما گپ میزنی او پیسه ای را که خانومیت پیدا کرده او پیسه حرام است اگر شما پیسه درآمد از طریق زنا را حرام میدانید خانم پیامبر اسلام حضرت خدیجه کبرا همسر پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی خودش یک تجارت پیشه بود قدر مال و دارایی داشت قبل از جا... قبل از پیامبر اسلام یک تجارت پیشه بود حتی خود پیامبر اسلام با پول و مال و دارایی امی خدیجه کبرا تجارت کرده رفت یکی دو سه بار تجارت انجام داد به نام محمد امین بود خیلی فایده هم کرده بود ببینید اگر زنا کار کنه مردا کار کنه دوشا دوش هم کار کنه اقتصاد جامعه اقتصادی خانواده ها زندگی خانواده ها زندگی جامعه و زندگی شهروندان یک کشور بالا ماره اما شما آمده به بهانه های ناق آمده جلی وزیر گرفتین ببین در پاکستان زن و مرد کار میکنه در ایران زن و مرد کار میکنه در عربستان زن و مرد کار میکنه در کشورهای عربی زن و مرد کار میکنه در اندونزی و زن و مرد کار میکنه و اندونزی بزرگترین کشورهای اسلامی هست در کل دنیا زن و مرد کار میکنه اما در افغانستان آمده زن و مرد کار نمیکنه مرد کار کنه و زن کار نکنه در آمده که زن داشته باشه حرام هست حتی ما نمانه زدیم که خانم پیامبر اسلام یک تجارت پیشه بود و شاید بعضی بگه که بعد از او تجارت نکرد خب حالا شف... شما چه فکر میکنید؟ برین یک بار تاریخ بخونید در زمان پیامبر اسلام هم کسایی بودن که از زنا تجارت پیش تجارت میکردن بعضی لوازم می آرایشی را میفروختن بعضی لوازم می عطریات و از کشورهای دیگه از شهرهای دیگه میوردن و بعد از این ادامه داشت و حتی در همین زمان ادامه دار میخواستم بگم که سومین ظلم نابخشدنی را شما در حق زنا کردین یه هست که اونا را از حق کارشان محروم کردین بعض خانواده هستن که مردایشان در جریان جنگ های اخیر توسط شما گروه از بین رفته یا در جیرانی جنگ شاید مربوط شما بوده اینا از بین رفته اینا خانواده هایشان ناناور نداره تنها ناناورشان زن زنهایی بودن که کار میکردن و برای اولادای خود برای یتیمای خود نان میاردن شما نان دهنی اولادای اونها رو گرفتین کجای اسلامی است کجای دفاع از حقوق زنا هست برای ما نشان بدین و کارای کسایی که در که در ادارات کار میکردن و کسایی که در مؤسسات کار میکردن اونار شما اونار رو مانی کردن یک جنجال کلانی در مؤسسات پیش آمد و حالا شما خود شما مجبور شدین بعض زنها را در ادارات پلیس، بعض زنها را در جاهایی که چکپاینت و تلاشی مربوط زنها میشه استخدام بکنه آیا او زنها رایگان کار میکنه یا او زنها پول به دست میاره اگر رایگان کار میکنه شما دروغ میگین اگر پول به دست میاره شما گفتین که کار کردن زن و پول بردست آوردنش حرام است چرا به اونا پول حرام میدین؟ بحث حرام حلال نیست کار کردن زن و مرد جواز داره و حلال هست البته نظر ما ای است که مردایی که توانایی داره خرج خانه زنای خود تأمین میتونه بر زنایش جبر نیست زنایش آزاد است خوش داشت کار کنه اگر نداشت نه مرد باید مصارف تأمین بکنه ولی اگر مشکلات بود توان مرد نبود نیاز بود که زن و مرد کار کنه در اینجا هیچ گناه مانعی نباشه شما آمده ما مانع خلق کردید. کشور به عقب میرانید اقتصاد به عقب میبرید زندگی مردم به عقب میرانید همیال من یک خبری را اینمیم شوی که من امروز شما فعلا صحبت میکنم فعلا تاریخ هست روز شنبه 23 سپتامبر 2023 هست یک گزارش از کابل برای ما آمد که یک خانواده حالا همه خانواده ها میتونه الگو و نمونه باشه یک گزارش برای ما صحبت شد که یک خانواده حتی نان شب خود نداشته از نزدیکای ما هست اینی تو یک وضعیت شما بالای زندگی مردم افغانستان بالای زنان مردم افغانستان آمده حالا مدین یک خانم به طور نمایشی آزاد کردن میخواین که خاک به چشم مردم بزنید خب از بحث اصلی دور نشوین ایک شما آمدین میگین ما رو آزاد کردیم و حقوق ازر کردیم از کردیم بعد از ایرا یک چیز دروغ هست فریب دادن مردم است در حالی که شما افغانستان جهنم ساخته راستی بیاین یک بررسی بکنیم که آیا 25 سال دیگ اتاق بودن زندان شدن امکانش هست یا نه اول بیایم از گرمی و سردی کابل شروع بکنیم گرمیش رو سر جایش. از سردی سردی زمستان کابل اونقدر شدید هست که آب یخ میزنه و هر چیزی که آب داشته باشه و زنده جانی باشه اونا یخ میزنه بناهن اون نفری که در اونجا 25 سال زندانی داشته باشه او حتما بخاری نیاز داره و بالاخره یک گرم کردن نیاز داره که این از کجا گرم کرده آیا سیستمی اتاق گرم کن داشته مثل خارجی ها که توسط پکه ایرکندشن اینا گرم میشه یا که در اونجا یک بخاری را چالان میکرده یعنی یک چیزای معلوم و مبهومی است که در این مورد اونا وضاحت نداده این بخشش فیلم ساخته نتونسته حالا از بخش سردی اگه در نظر بگیری در این زمستان کابل هیچ کسی زنده نمیمونه ایر سر جایش بونید شاید فکر کنید که اون یک زمین گرمی رو فراهم کرده باشه بخش دومیش بخش نظافت و بخش غذای از در نظر بگیرید اگر غذا را از تنها از فکر کنید اگر شما غذا بسته بندی بکنید تنها یک نان خشک در نظر بگیرید نصف نان خشک شما او رو بچینید فکر کنید روزانه یک دانه نانی خشک داده باشه نانی تنوری شما ای رو بچینید با هم دیگه یک مایش سی دانه میشه یک سالش چقدر میشه 360 365 دانه نان میشه و دو سالش رو شما حساب بکنید ای بس میتونه که یک اتاق پر بکنه و این نان خوردن حتما خو بیرون دادن هم داره بخش نظافتش هم شما در نظر بکنید در تشناب میکردن اگه تانو در اونجا تشناب میکرده حالا بس زایر اونا تصویر نشان دادن فکر میکنی که تشناب از چی قدر میشه بسا یک اتاق نه یک چندین اتاق هم میتونه پر بکنه اینی بخش در فیلم سازی خود اینا تکمیل نتانه این بخش در نظر نگرفته اگه یه حفظ بوده بیرون نمیرفته اینی بخش از فیلم خود اینا در نظر نگرفته و اما بخش نظافتش و خانم آنچه دیده میشه از بخش نظافت نسبتا خوب هست سنش شاید چیز حدود 60, -60 سال هست و نظافتش ظاهرا خوب به نظر می رسه. بخش صحتش کسی که یک سال هفته بینه تمامی جلدش مویش ناخونایش به حالت پوسیدگی و در حالت ترکیدن قرار میگیره و ظاهرا دیده می شه که از بخش صحی نسبتا خوب هست و هم بخش جالبی که وقتی این نفر آزاد شده مصیبه داده گفته من نمیفهمم که چقدر دیر در اونجا بودیم و مثلا خواسته که برادرای من را اذیت و آزار نکنید اینا کلگیشی یک سرسل فیلم هایی بودن که اینا نتانست اونا را درست سنجش بکنه و جالبی که مصیبه ای را که او اعضای فامیلش میده اعضای فامیلش رویش پوشیده هست چطور اونا در جریان سال نتونستن که با یک کسی اوال بده آیا این خانم از خود کدام برادر و خواهر و کسای دیگه اینا داشته که مثلا میامد از این سر میزده چیزهایی هست که میتونه که این فیلم ای فیلمسازی اینا را زیر سوال ببره ما به طور قدعی رد نمی کنیم چون از اونجا نبودیم ولی اینی تخمین هایی که در اونجا زده میشه اولی که مثلا اتاقش از بخش گرمی و سردی اگر شما در نظر بگیرین این موضوع زیر سوال میبره از بخش تغذیه شی مثلا در بخش تشناب و موضوعات حفظ و صحیش و در بخش های سلامتیش مورد است که این موضوع سر سوال میبره ما به طور قدی نظر خدا نمیگیم ولی اینی فرضیه ها میتونه ایره منفی و منتفی بسازد و اما از نظری شخصی و فرضیه ها اگر بگذاریم فرض کنید این موضوع صحت داشته باشد دلیلش چی هست؟ اولین دلیل و ترین دلیلش نادانی و جهالت جامعه هست و اگر جامعه ای ما معلومات به دست بیاره علم به دست بیاره آگاهی به دست بیاره حقوق خود بفهمه حقوق کسای دیگر بفهمه از این موارد اتفاق نمیافته. دومین دو موردی که خیلی مهم هست و چنین موارده بار میاره رسم و انعنات ناپسند جامعه هست مثلا یکی از رسم هایی است که زنا و یا خواهران نباید ارث خدای دعا بکنه این بسیاری جاها رواج هست دلیلش چی هست؟ دلیلش این هست که مردم ما از حقوق خانم ها مطابق حقوق بشری، مطابق حقوق انسانی، مطابق حقوق دینیشان آگاهی نداره یا اگر آگاهی هم داره امور بعضا رسم است میگه خواهرها کی وقت چی وقت و حق خوده گرفته چی وقت ارث خوده گرفته یعنی رسم و انعنات ناپسند جامعه را ما باید از بین ببریم رای حلی از این موارد چی هست اولین و یگانه و بهترین رای حلی است که مردم ما با سواد باشه علم بیاموزن نه با جلو علم گرفته شوه دومین راهش ای هست که برای مردم معلومات داده شوه آگاهی داده شوه ای آگاهی ها میتونه در مورد حقوقشان از دیدگاه حقوق بشر باشه حقوقشان از دیدگاه حقوق مثلا انسانی و و همچنین حقوق دینی باشه اونها رو باید بفهمه ایران بفهمین که برای زنا احترام ویژه و حقوق بسیار بالایی در قرآن ذکر شده مثلا یک سوره ما به نام مریم داریم سوره دیگه به نام نیسا هست در بسیاری موارد از زنا به یک مقام بسیار بالایی ذکر شده اگر اینی آگاهی ها از طریق رسانه ها از طریق منبر ها از طریق پوستر ها از طریق تلویزیون ها از طریق شبکه های اجتماعی و از طرق های مختلف برای مردم آگاهی داده شود این مورد تکرار نمیشه فرض کنیم اگر این مورد صحت داشته باشه رای حلش این اینا هست و هم از این قضیه بگذاریم حالا فکر کنید این قضیه نیکبخت یا راست باشد یا دروغ باشد حالا بالفرض این یعنی قضیه راست باشه رای حلش هم ذکر کردیم باید مردم ما آگاه شوا و دانا و برای مردم آگاهی داده شود در دوری سابق در دوره جمهوریت یاد شما هست که سمینارها ورکشاپ ها توسط سازمان مختلف برای مردم داده میشد. در دورترین منطقه هزاره ها پشتون ها ازبک ها ها سمینار های دایر می شد برنامه های برای خانم ها و برای مرد ها دایر می شود که برای اونا معلومات داده می شود، حقوق شما هی است آزادی شما هی است و بسیاری ورکشاپ ها دایر می شود، شاید مصارف بسیار بالایی را ایجاب می کردن ولی معلومات دادن مصرف می خواهد ولی آلی که رسانه های افغانستان می بینی تبلیغات و ترانه های انتحاری نشر میشه و هر کسی که بخواد اعتراض بکنه اونون آنها با عنوان باقی و بغاوتگر و کسایی است که علیه نظام است و مثلا کسایی که از حقوق خود دفاع بکنه اینا رو زندان میبره و به شدت مورد شکنجه و اذیت و آزار و بالاخره سربنی است میکنه اینی موارد ها هست از این موارد که بگذریم بل فرض که امی موضوع صحت داشته و همین نفر توسط برادرایش یه شده باشه ایو قدر موضوع کلان نیست رای حل داره هم گفتیم ولی این موضوع کلان ساختن بحث در کجا هست بیاین سر اصل موضوع بریم هدف از رسانه ساختن موضوع نیکبختی است که میخواهند جنایت های ارزگان از زیر سایه و زیر جو زی قرار بده و از هان مردم منحرف بسازه در جوی نوی ارزگان توسط گروه طالبان جنایت بشری و نسل کشی صورت گرفته است در طی سالهای اخیر حدود ده پانزه نفر هزاره های جوی نو توسط همسایه های پشتونش که طالب بوده با طور وحشیانه به شهادت رسیده حدود 500 تا درخته که فیلم ها و ویدیو رو هم شما در رسانه ها دیدین توسط همو طالب های جوینه و همسایه های اونا قد شده ما در احادیث و مثلا در حرف های بزرگا داریم که هر کسی درخت را از بین ببرد مثل این است که انسان را کشته است شما دیدین که در جوینه و خیرمن ها و گندوم مردمی هزاره را آتیش زدن و اخیرا دو سه روز پیش شما دیدین که دو نفر از هزاره ها را یک پدر و یک پسر به طور وحشیانه گردن بریدن ذبح کردن و این هم توسط قماندان های طالبا صورت گرفته دو تا از قماندان های طالبا هست که یکیش در پنشیر رفته تاجک ها را قتل عام میکنه در همین شب روز یکی دیگهش در اندرار اندراب رفته او هم تاجک ها را در اونجا شکنجه و اذیت آزار و قتل عام میکنه نفرایی هم که در او در جای نو هزاره ها را مثلا بالایشان ظلم جنایت کرده مربوط همه دوتا قماندان های طالبا هست این ظلم جنایتی که در اورزگان اتفاق افتاده توسط طالبا توسط افراد طالبا و در اورزگان خاص در نوی جو اتفاق افتاده و جنایت وحشتناکی است که از هانی تمامی انسان ها را بلرزه میاره هدفشانی است که میخواهند ملک دارایی مردم چورو چپاول بکنه اینا را از مناطقشان آواره بسازه کما این که سالیان متوادی این ظلم جنایت بالای مردم هزاره روا داشتن و ملک و مناطق و دارایی هایشان را گرفتن و غارت گرفتن این هست نمونه مسلمان اینا وقتی آخرین موضوع سربوریدن دو تا انسان توسط طالبا در روزگان سرعت گرفت یک وحشت در جامعه به وجود آمد صدای از اعتراضات در همه جا بلند شد صدا به گوش مسئولین مثلا گروه طالبان رسید اونا یک تغییرات بزرگ در روزگان به وجود آورده و حالا میگوید که ما مقامات که در ولایت اورزگان هست اونا رو تبدیل میکنیم در ولسوالی تغییرات میاریم ببینید اونقدر ظلم و جنایت وحشتناک در اورزگان اتفاق افتاده که حتی خودشان هم بلرزه آمده حتی بزرگایشان در کابل و در قندار به لرزه آمده که اگر ای رقم ظلم ای رقم گردن بریدن ادامه داشته باشه مردم دیگه حوصله نمیکنه و در قسمت حوصله میخوایم بگم که مردم افغانستان به این فکر است که نباید جنگ شوه، نباید خون ریزی و درگیری شود نباید افغانستان خراب شوه. و شما که آمدین در افغانستان مردم افغانستان مخالف نظام نیست مردم افغانستان موافق نظام است حامی نظام بوده هست و خواهد بود و اما اگر کسی بخواه حقوق مردم از بکنه مردم با مرور زمان نگاه میکنه که آیا این رژیمی که آمده اصلاح شدنی هست یا نه اگر شما اصلاح شدین حقوق مردم احترام گذاشتین آزادی مردم احترام گذاشتین مردم از نظام دفاع میکنه و اگر نه شما ظلم و جنایت شما و حبس کردن این مردم همچنان ادامه داشت مردم با مرور زمان بلند میشه وقتی مردم به تنگ بیایه با جنگ میایه ایر مطمئن باشین مردم نظاره اگر است ببینه که شما به مرور زمان اصلاح شدنی هستین یا نه اگر اصلاح شدین خوب و اگر اصلاح نشدین یا شما را اصلاح می سازه، یا شما را نابود میسازه این ای حرف باید داشته باشن کما این که مردم دم حالا هم اندک اندک سر بلند کرده مثلا شما می بینید که در بدخشان در پنشیر در اندراب حتی در خود کابل جبهات مقاومت بلند شده و شما رو ترور میکنه اینا مراحلی است که قیام در حال شکلگیری هست اگر شما مردم بالایشان ظلم بکنید حقوق امتیازات اونا رو زیر پای بکنید و مردم را شکنجه بکنید مردم بلند میشه این باید داشته باشم بازم میگم که مردم نگاه میکنه که شما آیا به مرور زمان اصلاح میشین اگر اصلاح شدین خوب اگر اصلاح نشدین شما را اصلاح میکنه و اگر اصلاح نشدین باز هم شما را از بین میبره این باید داشته باشین و بهتری است که سر از همه حالا به خاطر اصلاحتان اقدام بکنید تا کشور ما بیشتر از این خراب نشه به خاطر اینکه مردم ما حوصلهش بالا هست مردم ما نمیخواد وطنش خراب شه و اگر دید که نمیشه باز مردم دست به کار